سلام و عرض ادب در پیشگاه ملت ایران و شما جوانان و بچه های عزیز ایران در هر جای دنیا که تشریف دارین. اسم من محمد گلشاهی است و حرفه من جراحی های زیبایی و برای 50 دقیقه در خدمت شما هستم و از اینکه تماشاگر این برنامه هستین بسیار از شما ممنونم. امروز بعد از درود 2 ساعت رانندگی که وارد استودیو شدم، مدیریت عزیز شبکه جهانی امید ایران از من خواستن که در مورد اعتیاد، روز جهانی اعتیاد که 5 تیر باشه، چند دقیقه صحبت بکنم. و بعد من با خودم اندیشتم که با کمال میل چقدر خوب هر کاری که من به عنوان یک فرد میتونم انجام بدم، اگه بتونی فقط یک قسمت کوچولویی، یک قسمت خیلی کوچولویی از معضلات و مسائل اجتماعی رو حل بکنه، چرا که نه. و همیشه به یاد دکتر ویندایر هستم که میگه که من بعد از سالها تجربه زندگی و بودن پروفسور دانشگاه و معروفیت این اون، من فقط به یک نتیجه رسیدم و هر روز یک جمله‌ای رو مرتب تکرار میکنم و اون اینی که How may I serve؟ How may I serve؟ یعنی من چگونه میتونم در این مسئله ای که پیش اومده، من چجوری میتونم یک رای حل باشم، یک رای حل کوچولویی، یه جایی که دعوایی شده، مرافعی هست، من چجوری میتونم یک قدم کوچولویی بردارم که به صلح و آرامش اون مسئله کمک بکنه. و بر این مبنا من با خودم فکر کردم به عنوان فردی که قسمت اعظم عمرش رو در حرفه پزشکی گذرونده، اعتیاد و اعتیاد به مواد مخدر برای من چی معنایی داره، من چی چیزی از اون میدونم. بعد با خودم فکر کردم، دیدم که انسان به خاطر اینکه از گوهر وجود خودش دور مونده، اون گوهر خدایی خودش دور شده و کم کم داره با کمک بزرگانی مثل مولانا، حافظ، فردوسی، بزرگان دنیا مثل اینشتین، مادر تریسا، داره یواش یواش به این اشتباه بزرگی که در طول زندگیش در حدود 10,000 سال قبل به وجود اومده، در طول این تحول و تکامل روانی خودش پیش اومده، به اشتباه خودش داره پی میبره. و من برای من شکی نیست که نسل‌های آینده این اشتباه بزرگ ما رو جبران خواهند کرد. خلاصه به خاطر این اشتباه که انسان از گوهر وجود خودش دور مونده، یک حالت تصنعی بهش دست داده که یعنی از طرف اجتماع مرتب بهش گفته شده که تو آدم بدی هستی، آدم نالایقی هستی، آدم بیخودی هستی، آدم بی‌عرضه‌ای هستی، آدم گناهکاری هستی، آدم خطاکاری هستی. و انسان از شادی طبیعی و اصلی خودش دور شده و خودشو ترسیده و خودشو جدا دونسته از کل هستی، از کل زندگی. و به خاطر همین خودشو که جدا دونسته، این همه ممالک مختلف به وجود اومده، در حالی که اگه واقعا شما مثل یک استرونات برین بالای جب نگاه بکنین، کره زمین و یک کره کوچولویی است که در بین بیلیون ها بیلیون کره داره در این هستی داره حرکت میکنه. وقتی از اون بالا نگاه میکنین اصلا مسخره میکنین که یک کره کوچولویی چجوری یک انسان هوشمندی، یک باشنده هوشمندی مثل انسان اومده گفته اینجا ایرانه، اونجا عراقه، اونجا آمریکاست، اینجا آلمانه و مردم به خاطر این مسائل با هم میجنگن، یا مردم به خاطر باورهای تند مذهبی خودشون با هم می جنگن و بدترین دشمن خودشون هستن، نزد اینکه در زمینی که دشمن خودشون هستن، دشمن هم نوعی خودشون هستن. و وقتی از اون بالا نگاه میکنین میبینید که حیوانات وحشی هم حتی به این درجه دشمنی در حق خودشون یا دیگران نمیکنن. خلاصه بعد دیدم که انسان به خاطر اینکه از گوهر وجود خودش دور مونده، برای اینکه به یک آرامشی برسه، آرامش موقتی و آرامشی که آرامش نیست ولی ظاهرا به نظر میرسه که آرامش باشه، دست به 3 اعتیاد زده. 3 اعتیادی که در عمر انسان خیلی خیلی نقش بزرگی رو بازی میکنن و بدترین و مخربترین اعتیاد، اعتیاد به فکره،
به فکر، فکر کردن ما و فکر کردن عوضی ما یک اعتیاد بسیار بسیار بزرگیه و اون خطرش هم حتی خیلی خیلی بیشتر از خطر اعتیاد به مواد مخدر یا تریاک و اینجور مسائل است. بنابراین ما از نظر فکری هنوز دچار توهم هستیم و به قول مولانا خواب هستیم و امیدواری هست که به زودی از این خواب بیدار بشیم. دومین اعتیاد که در مورد نسل متمدن امروز، شهرنشینی امروز به وجود اومده، اعتیاد به خوردن، غذا خوردن. و شما میبینید که در هر مهمانی که میرید قراری که اونجا برید شادی بکنین و خوش باشین، برخصین، ولی اولین چیزی که اونجا هست غذاست و انسان پناه برده به غذا خوردن که این خودش هم یک اعتیاده. و سوم که خطرش کمتره و اون خطر اعتیاد به مواد مخدر و تریاک و مواد دیگه هست. حالا من به عنوان یک پزشک چی فکر میکنم و روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که 5 تیر باشه، من اینجوری فکر میکنم که اونایی که معتاد به مواد مخدر شدن، اینا آدمای روحانی هستن، اینا آدمای بسیار خوبی هستن، اینا آدمای بسیار حساسی هستن، اینا فقط راه رو گم کردن. فرض بکنید که یک کسی از اصفهان میخواد بره تهران، عوض این که اون جاده اصفهان تهران رو بگیره، رفته جاده اصفهان آبادان رو گرفته. این اشتباه بزرگ در مورد این معتادا به وجود اومدن، ولی اینا انسانهای روحانی هستن و بیمار شدن و انسانهای شریفی هستن و اینها باید کمک بشه به اینها. به اینا نباید انداخته بشه به زندان یا اینا رو اعدام بکنیم یا اینا رو ملامت بکنیم، بلکه اینها رو از طریق عشق و محبت و به اینا نشون بدیم که شما انسانهای خوبی هستین. فقط شما احساس اینی که آدمای بدی هستین و آدمای احساس بدی به شما دست داده شده، شما این را رو پیش گرفتین که خودتون رو بی‌حس بکنین با پناه بردن به مواد مخدر. مثل اینکه یک مریضی رو برای اینکه ما عملش بکنیم، برای اینکه بتونیم عملش بکنیم، میاریم تو اتاق عمل و بهش دوا میدیم که اصلا کاملا بی‌حس میشه و نمیدونه که اصلا کجا هست. مردمی که پناه بردن به مواد مخدر دقیقا همین مکانیسم دفاعی روانی رو به کار میگیرن، انسانهای خوبی هستن. و به نظرم جامعه هر چیز زودتر باید به این شناسایی برسه که با مردمی که دچار اعتیاد مواد مخدر هستن بسیار مهربانانه، بسیار با عشق، بسیار با به صورت یک پزشک با اینا دید، اینا دیده بشه و نگاه بکنیم که اونهایی که گرفتار اعتیاد فکر هستن و اینها خطرشون خیلی خیلی بیشتره، برای اینکه خیلی از اونها ممکنه به پناه ببرن و به مذهبی تند و افراطی بشن و خطرشون برای اجتماع بسیار بسیار زیادتره، یا اینکه پناه ببرن به یک اصول فکری تند افراطی که ما ملت ایران شاهدش بودیم و دیدیم که اون طرز تفکر افراطی تندی که در مورد بعضی از ایدئولوژی ها در مملکت ما به وجود اومده چقدر زیان های عظیمی رو برای ایران و برای تمام دنیا به وجود آورده. بنابراین اون اعتیاد به فکر خطرش خیلی 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 بیشتره تا اعتیاد به مواد مخدر و کوشش هر فردی این باید باشه که این اعتیاد به فکر رو بشناسه و شناسایی بکنه و در راه شفا بخشی درون خودش به خودش کمک بکنه، با آرزوی این که اونایی که مصدر امور هستن، با افرادی که اعتیاد به تریاک و مواد مخدر دارن، با اینا به صورت مهربانانه رفتار بشه. جایشون در زندان نیست، جایشون در بیمارستانه، جایشون در یه جاییست که عشق و محبت اونجا به اینها این اطمینان بده که شما آدمای خوبی هستین، شما فقط خیال میکنین آدمای بدی هستین، شما خیال میکنین که آدمای گناهکار هستین. خب با این مقدمه از آیدین عزیز میخوام اون آرمی رو که مدیریت
امید ایران تهیه کردن و چقدر هم خوب هم تهیه کردن، اون آرمو ببینیم در مورد مبارزه و بعد برمیگردیم به قسمت پزشکی. عزیز دوستان نازنین، برمیگردیم به قسمت پزشکی. فقط دو تا مطلب دارم خدمت شما و من میدونم که این مطلب به سلامتی جسمی و روانی شما خیلی خیلی کمک میکنه، چیزی است که خودتون میتونین در خونهاتون انجام بدین. اگه یادتون باشه من اون دفعه یه هندوانه خاصی رو بهتون معرفی کرده بودم که در